یک هیئت محلی برای بررسی مشکل برق در هرات تشکیل شده است. مسئولان محلی در هرات میگویند این هیئت متشکل از چندین اداره دولتی و غیر دولتی است که قرار است مزله برق هرات را به گونه جدی بررسی نماید. از سوی دیگر شماری از اعضای شورای ولایتی هرات میگویند مشکل برق هنوز هم پا بر جاست و باید این مشکل به گونه همه‌جانبه و از سوی هیئت‌های دولتی و غیر دولتی با حضور نماینده های مردم بررسی شود. تشکیل هیئت محلی برای بررسی معضل برق هرات. این هیئت متشکل از چندین اداره دولتی و غیر دولتی است که قرار است معضل برق هرات را به گونه جدی بررسی کند. مسئولان محلی در هرات میگویند نتیجه بررسی های هیئت اعزامی مرکز مورد تایید هراتی ها نبوده و بنابراین تصمیم گرفته است تا معضل برق را یک هیئت محلی دنبال کند. آنگونه که والی هرات میگوید این بار مشکل برق این ولایت از سوی این هیئت محلی به گونه دقیق بررسی می شود و قناعت مردم حاصل خواهد شد. یک هیئت مختلط از اداره محلی و همچنان از شورای ولایتی، شورای متخصصان و مردمایی که تخصص دارنده تعیین میشه از طرف ولایت که با تمام شکایات، یعنی هر کسی که شکایت داره که صرفی برقش بالاتر از معیار است، اونا شکایت های خود به دفتر بسپارن و می آید در حضور آید بررسی میشه، مکملا تا زمان بررسی میشه که به شکایتشان مکمل رسیدگی شه و به قناعتشان پرداخته شه. از سوی دیگر شماری از اعضای شورای ولایتی هرات میگویند مشکل برق هنوز هم پابرجاست و باید این مشکل به گونه همه جانبه و از سوی هیئت‌های دولتی و غیر دولتی با حضور نماینده‌های مردم بررسی شود. حبیب الرحمن پدرام عضو شورای ولایتی هرات تاکید می‌کند که تا معضل برق بررسی و برطرف نشود مردم هرات پول برقشان را به دولت نمی‌پردازند. فیصله ای که هیئت اعزامی مرکز در رابطه برق هرات کرد اصلا مورد قبول ما نبوده و نیست. ما همچنان معترض این وضعیت هستیم و امروز در نشست مشترکی که با مقام ولایت و مسئولان برشنا در شورای ولایتی داشتیم رو از این مسئله تاکید کردیم و گفتیم تا زمانی که عدالت تامین نشه ما پولی و برق خیالی نمیدیم. قرار شد که هیئت محلی جور بشه که در ذیل هیئت از شورای ولایتی هم هست و این هیئت محلی قراره که تک تک موارد اعتراضی مردم رو بررسی بکنه. در همین حال شمار دیگر از اعضای شورای ولایتی هرات تاکید میکنند که تا لابراتوار معیاری برای بررسی مترها و بلهای برق به وجود نیاید بررسی های هیئت ها نتیجه مطلوب نخواهد داشت. سید عظیم کبرزانی یک تن از اعضای شورای ولایتی هرات میگوید مشکل برق این ولایت پیچیده شده است و نیازمند بررسی همه جانبه تکنیکی است. تا لابراتوار استانداردی وجود نداشته باشه این تیم هم موفق نخواهد بود. بنابراین نیازه که یک لابراتوار استانداردی در هرات ایجاد بشه که ما تشخیص بدیم که کدام کنتور خوب کار کرده و دیگری نکرده. بحثی دیگر که مطرح شد بحثی بود که شرکت برشنا از هرات چقدر عواید کرده و این باید به مردم توضیح بده که ما از ولایت هرات این عواید داشته. در همین حال جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید معاون تجارتی اداره برق این ولایت از وظیفه‌اش برکنار شده است. همچنان شمار دیگر از کارمندان این اداره نیز به دلیل معضل کنونی برق جریمه نقدی و کسر معاش شدند. با همه اینها مشکل برق هرات به یک معضل جدی مبدل شده است. پیشتر یک هیئتی برای بررسی این مشکل از مرکز کشور به هرات آمد، اما نتیجه بررسی های این هیئت از سوی مردم هرات و نماینده های مردم این ولایت در شورای ولایتی و مجلس نمایندگان پذیرفته نشد.